پادوهای بابا حالا طرفدار طالبان شدند. کارت به استخوان رسیده هموطن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای چینل کابل وایس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما اطلاع حاصل نمایید. رزاق مأمون در گزارش نامه افغانستان می نویسد که پادوهای بابا حالا طرفدار طالبان شدند. کارت به استخوان رسیده هموطن. بیشتر کسانی که در دولت اشرف غنی کار می کردند و او را بابا می گفتند حالا طرفدار طالبان و بر ضد مقاومت و ضد پنجشیر و فارسی زبان شدند. شمار زیادی از اینها را می شناسند که در دفتر فضلی و تدارکات ملی کار می کردند و طالبان را جاسوس پاکستان می نامیدند. اکنون آمدن طالبان را جشن گرفتند. همچنین کسانی را می شناسند که خودشان در اروپا یا امریکا زندگی دارند ولی سرسختانه از طالبان پشتیبانی می کنند. چند پرسش از ایشان دارند. یک، مکتب های مناطق شما را پنجشیری ها منفجر کردند یا طالبان؟ پل و پلچک و پایه های برقتان را چه کسی تخریب کرده است؟ دوم، به اساس آمار بانک جهانی در 10 سال گذشته از 11 ولایت پشتون نشین کمتر از 100 دختر به دانشگاه رفتند. آیا این تقصیر ما است؟ سوم، بیشترین درجه اعتیاد به مواد مخدر در مناطق شما است. آیا هزاره یا ازبک یا تاجک این بلا را سر شما آورده یا طالب؟ بنیاد بیل گیتس در تمام دنیا مرض فلج کودکان را با واکسین پولیو نابود کرده است. تنها جایی که ناکام مانده و واکسین کننده ها در آنجا کشته شدند دو طرف مرز افغانستان و پاکستان و مناطق پشتون هاست. این تقصیر احمد مسعود است یا طالب؟ پنجم، در امتحان کنکور جوانان فقیر و بیواسطه هزاره و تاجک کامیاب می شوند ولی اشرف غنی برای آن که این حالت را دیده نمی توانست به جای کمک برای بهبود کیفیت آموزش کنکور را قومی ساخت. در نتیجه نه تنها مشکل حل نشد بلکه نیاز به آموزش و میل به رقابت سالم را در بین کودکان پشتون نابود ساخت. آیا این تقصیر جاغوری و دایکندی است؟ 6. در تمام ساحات پشتون نشین یک نفر پیدا نشد بر ضد طالب قیام کند. برعکس، از داود لغمانی تا شخص اشرف غنی و حتی خلیلزاد هر چیزی که در توان داشتند برای کمک به طالب هزینه کردند. به نظر شما چه کسی بیشتر ناسیب را از طالب خواهد دید؟ بدون شک پشتون ها. طالب درست است که به تاجک و هزاره و ازبک رحم ندارد ولی با جهانبینی خشن و رویکرد غیر انسانی خود گذشته و آینده شما را نیز نابود خواهد کرد. با موفق شدن طالبان چند نسل دیگرتان آنان را الگو قرار داده و از مدنیت و زندگی انسانی فاصله خواهند گرفت. همان طور که میبینید القاعده در حال برگشت به افغانستان است. فکر نکنید چون از قوم حقانی و ملا برادر هستید آسیبی به شما نمیرسد. محاسبه کنید که جنایتکاران خارجی در لشکر جهل و وحشت طالبان چه بلایی بر سر شما خواهند آورد. کمترینش این است که با سواد و متخصصتان از کشور می رود و جایش را طالب و چلی خواهد گرفت. فرزندانتان تا نسل های آینده در مدارس پاکستان تربیه شده و برای اهداف ISI مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. هنرمند و آوازخوان و مکتبیتان مهاجر و جایش را طالب خواهد گرفت. آزادی و حق تعیین سرنوشت را از دست می دهید. کشورتان پناهگاه تروریستان تمام دنیا خواهد شد. هر اثری که از مدنیت و زندگی مدرن داشته باشید را طالبان با الگوهای عقب مانده جاگزین خواهند کرد. پنجشیر یک جغرافیای کوچک است ولی این شجاعت را داشته که با وجود تسلیمی تمام کشور مسئولیت دفاع همه را به تنهایی به دوش بگیرد و برای آزادی و عدالت و جلوگیری از سقوط کامل کشور
و دامان تروریسم هنوز مقاومت کند. در 20 سال گذشته با استفاده از مزایای کمک های امریکا دیگران درس خواندند، کار و تجارت کردند و زیربناها را ساختند. اما طالب کشت، منفجر و تخریب کرد و فرصت طلایی را از توسعه کشور گرفت. در 20 سال گذشته به خاطر شرارت طالبان بیشترین آسیب را پشتون دید. آیا پس از این به خاطر برگشت طالبان بیشترین سود را شما خواهید داشت؟ برعکس، تا اکنون آیا فکر کرده اید که چند جوان و نوجوانتان انتحاری کرده است؟ وقت انتحار و خشونت در جامعه عادی شود، چه طور پاکش می کنید؟ خشونت و جنایت و وحشتی را که طالب بر اقوام و مذاهب دیگر تحمیل می کند، منجر به کینه و نفرت عمیق خواهد شد که شما را نیز در آن آتش خواهد کشاند. فکر نکنید طالبی که به دیگران انتحاری می فرستند به شما گل خواهد آورد. در پایان فرض کنید پنجشیر را هم طالب گرفت و تمام سربازان مقاومت را قتل عام کرد. سود شما چیست؟ آیا این باعث خواهد شد که شما صاحب زندگی بهتر شوید؟ آیا این فرزندانتان را از دام مدارس پاکستان و تبدیل شدن به انتحاری نجات خواهد داد؟ آیا شکست مقاومت باعث ساخته شدن مکتب و کلینیک و پل و وصل برق و شما خواهد شد؟ آیا دخترانتان خواهند توانست مکتب برند و معلم و دکتر شوند؟ آیا کشت و حاصل گندم و برنجتان بیشتر خواهد شد؟ آیا به آب پاک دسترسی پیدا می کنید که از هر سه کودک دو تایان پیش از سن 5 سالگی نمیرند؟ نخیر، کارت به استخوان رسیده هموطن. در همین حال روزنامه اطلاعات روز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد طالبان وارد ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر شدند. شفاخانه ایمرجنسی اعلام کرده است که طالبان شب گذشته جمعه 12 سنبله وارد روستای عنابه شدند. ایمرجنسی گفته است که یک مرکز درمانی و زایشگاه این شفاخانه در روستای عنابه موقعیت دارد. این شفاخانه در رشته تویتر نوشته است که جنگ در پنجشیر سبب اخلال در فعالیت آن نشده و شماری از زخمیان جنگ به مرکز آن در عنابه برده شدند. شب گذشته طالبان ادعا کردند که پنجشیر را تصرف کردند، اما آقای صالح و احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت پنجشیر این خبر را تکذیب کردند. در حال حاضر پنجشیر تنها ولایتی است که طالبان بر آن کنترل ندارند. با تشکر از اینکه تا آخر این ویدیو با ما بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما اطلاع حاصل نمایید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان.